اوایل خرداد 65 بود. هواپیمای ناشناس اجازه فرود در فرودگاه قلعه مرغی را می‌گیرد. هواپیما اروپایی است و خدمه ایرلندی دارد. بعد از اجازه برج مراقبت چند دور می‌چرخد و در باند فرودگاه می‌نشیند. پس از نشستن معلوم می‌شود مسافران این هواپیما یک هیئت دیپلماتیک آمریکایی هستند. آمریکایی‌ها به همراه خود یک کیک کلیدی شکل برای باز کردن قفل روابط دو کشور و یک انجیل آورده اند که رئیس جمهور آمریکا پشت آن را امضا کرده بود. در هواپیما هم مقداری از سلاح‌های مورد نیاز ایران وجود دارد. خبر ورود هیئت آمریکایی به دفتر ریاست جمهوری رسید. رؤسای قوا تشکیل جلسه دادند تا ببینند با این مهمانان ناخوانده چه باید کرد. بعد از تشکیل جلسه امام در جریان حادثه قرار می‌گیرند و دستور می‌دهند تا وقتی مشخص نشده که ایشان دقیقاً چه کسانی هستند، کسی حق صحبت با آنها را ندارد و هیچ پیامی را از آنها نگیرد. مأمورین امنیتی فرودگاه با هیئت آمریکایی صحبت کردند. معلوم شد سرتیم هیئت آمریکایی رابرت مکفارلین مشاور عالی امنیت ملی ریگان است که تا تهران اسم و سمت خود را مخفی نگه داشته بود. در آنجا مکفارلین تقاضای دیدار با رئیس جمهور ایران را می کند تا پیغام رئیس جمهور آمریکا را به وی تحویل دهد. اما رئیس جمهور حاضر به دیدار او نبود. وی درخواست خود را در مورد نخست وزیر و رئیس مجلس هم تکرار کرد. هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس مجلس است، پیگیری قضیه را بر عهده گرفت. وی از حسن روحانی از نمایندگان فعال مجلس شورای اسلامی می‌خواهد برای کنترل سلاح‌های همراه و اداره مسائل سیاسی و مذاکرات همکاری کند. دو تا روایت عمده هست. یه روایت ایرانی ماجرا، یه روایت آمریکایی ماجرا. ما روایت آمریکایی ماجرا رو کنار میذاریم که حالا بعد میشه دربارش صحبت کرد. درباره روایت ایرانی ماجرا اگه بخوایم صحبت کنیم، ببین ما یه ایراد مقدمتاً میخوام بگم، یه ایراد کلی ما در تاریخ نگاریمون داریم. ببینید بعد از وقایع سال 60، یعنی که حرس بنی صدر، جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین خلق منافقین علیه نظام جمهوری اسلامی، با توجه به شرایط ویژه امنیتی کشور که خب یک گروه پرقدرتی مثل منافقین وارد جنگ مسلحانه با کشور شده بودن از یه طرف، و ماجرای جنگ که خب ما با دشمن خارجی در 1000 کیلومتر در جدال بودیم، اطلاعات سیاسی امنیتی بسیار گران قیمت و عرضم حضورتون که نایاب شد. و الان اطلاعاتی که ما داریم از ماجرای مکفارلین و عرضم حضورتون که ماجرای مشابه این، حتی مثلا ماجرای مثل پذیرش قطعنامه، مثل همین ماجرای 99 نفر و چیزهای دیگه، بیشترش اطلاعات انحصاری است که آقای هاشمی رفسنجانی تو کتابای خاطراتشون اومدن و کسان دیگه که پراکنده به صورت خاطرات توی خاطرات به صورت تاریخ شفاهی مطرح کردن. یعنی ما کاملا ضعف چی داریم؟ ضعف اسنادی داریم. یعنی اگر امریکایی‌ها میان مثلا توی کتاب گزارش تاور که اون روایت خودشون هست از ماجرای مکفارلین، یه سری اسناد و مدارک و صورت جلساتشون و اینها رو ارائه میکنن، حالا گزینه شده ارائه میکنن، یعنی همه اونها رو ارائه نمیکنن، ما همین رو هم نداریم و اینها خیلی گزینه شده و خیلی محدود، اون هم تنها توسط آقای هاشمی رفسنجانی ارائه میشه. لذا ما برای بررسی ماجرایی مثل ماجرای مکفارلین مجبوریم به همین دوتا منبع رو رجوع کنیم: یک، نوشته ها، گفته ها و خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی. دو، خاطرات شفاهی حاشیه‌ای افرادی که هستن. ببینید ماجرای مکفارلین یک بستری داره. دو تا نیاز، یکی در ایران، یکی در آمریکا، در سال نیمه دوم سال 1964 رخ میده. نیاز ما به آمریکا چی بوده؟ بالاخره ساختار ارتش ایران قبل از انقلاب یک ساختار امریکایی بوده. تسلیحات اصلی ما مثلا تسلیحات پدافندی ما، تسلیحات نیروی هوایی ما،
همه توسط آمریکا تامین می‌شده و 6 سال 7 سال که ما در تحریم امریکا بودیم باعث شده بود که در اوج جنگ و در به قول معروف کمرکش جنگ ما دوچار مشکل برای استفاده از این تسلیحات بشیم. یعنی پدافندمون ناقص بود، شهرامون بی‌دفاع مونده بود در مقابل هواپیماها و موشکای عراق. عرضم بزرگتون که بسیاری از نیرو هواییمون مثلا ناکارآمد شده بود، قطعات F-14, F-5, F-4 در دسترس نبود، هواپیما زمینگیر شدن و الاخر. پس ما نیاز داشتیم که بریم یه سری تسلیحات بخریم و این تسلیحات تنها جایی که ارائه می شد کجا بود؟ امریکا بود. یعنی ما مجبور بودیم که با دلال های اسلحه که واسطه می شود اونها از امریکا بخرم و به ما تحویل بدن. خب اینم مشخص بود که امریکا حاضر نیست که به ما سلاح بده. این پس یک نیازی که نیاز ایرانی قضیه بود. نیاز امریکا در این ماجرا این بود که ببینید پس از اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل، رژیم صهیونیستی در سال 1961، گروه های مقاومت شیعه و گروه های مجاهد شیعه که علاقمند به انقلاب اسلامی بودند، مثل گروه جهاد اسلامی که فرماندهش همین شهید بزرگوار و شهید معروف و نابغه دوران شهید عماد مغنیه بوده، اینها میان برای مقابله با تسلط رژیم صهیونیستی یک سری عناصر اصلی و کلیدی امریکا در منطقه رو به گروگان میگیرن. به عنوان مثال رئیس دفتر منطقه خاورمیانه یا بیروت CIA رو اینها 2 سال به گروگان میگیرن و این یک اقدام امنیتی است که واقعا بی نظیره. یعنی از همون موقع بی نظیر بوده تا الان هم بی نظیره. حالا این چرا برای دولت امریکا مهمه؟ خب اولا که نفس این مسئله براشون مهمه، ثانیا این که امریکا دولت ریگان که یک دولت جمهوری خواه است، اون موقع این مسئله رو میدونسته که خود دولت ریگان در سال 1980 دلیل رأی آوردنش و انتخابات ریاست جمهوری امریکا و بستر رأی آوردنش ضعف دولت کارتر در حل ماجرای گروگانگیری و عرضم بزرگتون که تسخیر سفارت امریکا در تهران بود. حالا 5 سال بعد از حکومت دوباره اینا با این بحران گروگانگیری روبرو میشن و این موجب میشه که در سنای امریکا در سال 1985، یعنی من میخوام بسترش رو توضیح بدم کامل، سنای امریکا در سال 1985 پس از 20 سال اکثریتش میفته دست دموکرات ها و دولت در یک مقام ضعف قرار میگیره. همون موقع انتخابات کنگره آمریکا هم بوده، اونا خب 2 مجلسی هستن، ولی سنا و کنگره، و اگر دموکرات ها در کنگره پیروز میشدن خب دولت خیلی شرایط سختی پیدا میکرد، دولت آقای ریگان. به خاطر همین اینها نیازمند بودن برای اینکه این ماجرای گروگانگیر رو حلش کنن و تنها راهی که میتونستن اینو حل کنن مراجعه به ایران بوده. یعنی نیاز امریکا و نیاز ایران، این دوتا میره در یک کفه ترازو قرار میگیره. یعنی نیاز ما به سلاح، نیاز امریکا به آزادی گروگان ها. در این وسط یه سری دلال ها و یه سری اشخاص امنیتی مثل آقای منوچهر قربانی فر که یک دلال اسلحه بوده، مثل آقای محسن کنگلو که مشاور امنیتی نخست وزیر بوده، از نیروهای نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی بوده و توی بحث خرید سلاح فعالیت می‌کرد. فقط اسمی نیارید که یه فرد برنامه هم تعطیل کنه. حالا بالاخره این چیزا چیزایی هست که توی کتابای خودشون نوشته. حالا درباره اینم من حالا صحبت می‌کنم. اینها واسطه میشن و یه سری گفتگوها شروع میشه و یه سری به قول معروف سلاح و گروگان مبادله میشه در این میان، که مثلا آقای جواد لاریجانی که اون موقع معاون امریکای وزارت امور خارجه بوده یا معاون بین‌الملل بوده، حالا دقیق تو خاطرم نیست، مثلا تو خاطراتشون میگن که توی گفتگوی میگن که مثلا ما توی رسیدن سلاح‌های پدافندی به ایران باعث میشه که ما توی عملیات ولفجر 8 که اواخر سال 64 اتفاق میفته چند ده دستگاه هواپیمای عراقی رو تو یک روز سرنگون کنیم. تو یک روز مثلا 30-40 فروند هواپیمای عراقی رو سرنگون کنیم. خب این داشته تو بستر خودش پیش میرفته.
اینجا یه اتفاق دیگه میفته، اونم این است که امریکایی‌ها تقاضا میکنن که سطح مذاکرات بالاتر بره و مذاکرات در تهران رخ بده. ببینید خاطرات آقای هاشمی رو که میخونید توی عرضم بزرگتون که مستند هم اومده بود، این که طرف ایرانی میدونسته که یک گروهی از امریکا قرار بیان، خب این واضحه، کسی هم نمیتونه روش. مثلا آقای هاشمی میدونسته که اینا حتی پاسپورت امریکایی ندارن، اونجا میگه ظاهرن آلمانی، توی حالا مستنداتش هم هست. یا مثلا جلوتر که میایم آقای هاشمی و آقای کنگلو میگه که به مسئول واحد اطلاعات سپاه مثلا شما هماهنگ کنید که حفاظت این امریکایی‌ها دست شما باشه. بالاخره اینا واقعه که روز سوم خرداد وارد تهران میشن، مشخص میشه که آقای رابرت مکفارلین مشاور امنیت ملی سابق امریکا و مشاور آقای ریگان توی این هیئت حضور داره. اینجا عرضم حضورتون که یک سوالی پیش میاد و درخواست میکنه آقای مکفارلین که با همتاهاش صحبت کنه. به قول خودش کتاب آقای هاشمی هم هست، میگه من اگر رفته بودم شوروی که قطب بزرگ سیاسی اون دوران بوده و میخواستم چی پوست حیوانات چی بهش میگن خز میخواستم بخرم، تا حالا سه بار با گورباچوف صحبت کرده بودم، نه که مثلا میخواستم بیام مذاکره کنم، هیچ کسی اونو تعمل نمیگیره. این که دلیل سفر آقای مکفارلین به تهران چی بوده، دقیقا دلیلش این بوده که میخواستن سطح مذاکرات رو از گروگان اسلحه بالاتر ببرن، به قول خودشون درباره آینده خاورمیانه صحبت کنن، درباره خطر شوروی صحبت کنن و مسائلی از این دست. خب این از طرف مقامات ایرانی رد میشه و به قول آقای هاشمی قرار میشه مذاکرات در سطح آقای هادی، دکتر هادی نجف آبادی و آقای روحانی و آقای وردی نژاد ادامه پیدا کنه. ببین تو صورت جلسه ای که طرف ایرانی منتشر کرده تو کتاب مکفارلین نوشته آقای محسن هاشمی که الان سه چاپ هم ازش رفته تو همین نمایشگاه کتاب هم نشر معارفه که مال آقای هاشمی قابل دسترسیه، از 4 نفر اسم برده شده که اینا از طرف ایران در این مذاکرات حضور داشتن. این 4 نفر، یه نفر که خب اسم آقای کنگلو، همون آقای کنگلویی که مشاور نخست، نفر دوم آقای نجفیه که به نظر میرسه که این آقای نجفی همون آقای هادی نجف آبادی باشه، نفر سوم آقای سمیعی نامیه که حالا من فرصت توضیح نیست، این آقای سمیعی دوباره توی ماجرای کانال دوم روابط ایران آمریکا که حالا اون یه بحث جداگونه داره برای خودش نمیخوام وارد شم، هم حضور داره و نماینده سپاهه، یعنی آقای فریدون وردی نژاد که یا به اون اسم اون موقع آقای مهدی نژاد که اون موقع معاون اطلاعات سپاه بوده، و یک نفر چهارمی هم هست به نام آقای مصطفوی که ایشون معرفی نمیشه توی طرف از طرف منابع ایرانی. ببینید این که ریاست این گروه 4 نفره به عهده آقای روحانی بوده، از عرضم بزرگتون که بدیهیات این مسئله است، یعنی چون که آقای هادی نجف آبادی که بعضی عنوان رئیس گروه معرفیش میکنن چه سنوتی داشته، چون آقای هادی نجف آبادی مسلط بوده زبان انگلیسی و مذاکرات رو زبان انگلیسی پیگیری میکرد، آیا فقط به خاطر زبان انگلیسی وارد قضیه شده بوده؟ نه، آقای هادی نجف آبادی معاون آقای روحانی بوده در کمیسیون سیاست خارجی مجلس، یعنی مجلس دوم که اون موقع در حال فعالیت بوده، آقای حسن روحانی رئیس کمیسیون سیاست خارجی بوده، آقای هادی نائب رئیس کمیسیون بوده، و این تاکیدات چند باره آقای هاشمی برای حضور آقای روحانی در بطن مذاکرات، این نشون میده که خب ایشون بوده. حالا اینکه آیا در اتاق مذاکرات ایشون حضور داشته، این رو به عرضم حضورتون که قطعیت و یقین کسی نمیتونه بگه، ولی راهش آسونه، بالاخره 3 نفر از این ها معرفی شدن، آقای محسن کنگلو مشاور امنیتی نخست وزیر وقت الان هم هستن، مشغول کار اقتصادی هستن، هر از گاهی هم گفتگوهایی میکنن با مطبوعات،
آقای فریدون ورنژاد که در همین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی همیشه حضور دارن، مدیر عامل سابق ایرنا بودن و هستن، و آقای محمد علی خادی هم که خب تو همه مراسماتی که موسوم همین جریان چپ برگزار میکنه تو همه مراسم هستن. یه خبرنگاری، حالا شاید ماها دسترسی نداشتیم، از اینا گفتگو بگیره آقا نقش آقای روحانی چی بود. خبرنگار خودشون خیلی هم سخت نیست که، یعنی به قول معروف آپولو هم نمیخوان هوا کنن، خیلی راحت میتونن مستند کنن. یا آقای هاشمی رفسنجانی بیاد بگه آقای شون. نکته قابل توجه این است که آقای علی لاریجانی ریاست محترم مجلس تو این مصاحبه که سخنرانی که فرمودن گفتن که من مطلع بودم از این قضیه. ببینین ادعای خوبیه، ادعای بزرگیه، این در حالی که آقای ولایتی وزیر امور خارجه کشور میگه آقا من مطلع نبودم، یا آقای محسن رضایی فرمانده کل سپاه میگه من مطلع نبودم. حالا اینکه ایشون آقای لاریجانی اون موقع که مثلا حالا از فرماندهان سپاه بوده، فرماندهان ستادی سپاه بوده، چه جوری مطلع بوده، خب حتما مطلع بوده، ولی حتما اطلاعات ایشون از آقای هاشمی رفسنجانی کمتره که وقتی که مثلا. بعدم نیازی نیست که شما وقتی که میخوان اطلاعاتی رو ارائه بدید یا چیزی رو تکذیب کنید کار رو اونجا برسونید که نمیدونم دروغ به تاریخ دارید میگید و نمیدونم دروغ. بزرگترین دروغ به تاریخ این است که شما یه موقعی با یه نفری الان دوستید، قبلا مشکل داشتید، میخواین این دوستی الانتون رو قواره تن 30 سال قبل کنید. یعنی با تصویری که الان از جامعه تو ذهنتون هست، فضای سیاسی کشورتون جامعه، میخواین تعریف کنید که مثلا 25 سال پیش یا 30 سال پیش چه اتفاقی افتاده. من به نظرم این یکی از تحریف‌های بزرگ تاریخ انقلابه. راهش هم خیلی آسونه به نظر من تعجب میکنم که چرا مثلا این بزرگواران نمیان خیلی شفاف و کامل توضیح بدن. بالاخره 30 سال ماجرا گذشته، کسی هم نمیاد بگه که این حالا خیانت بوده، مثبت بوده، منفی بوده. نه، اینا نیتشون خیر بوده، حتما برای تأمین سلاح برای رزمندگان داشتن این کارو میکردن و وارد مذاکره میکنن. حتی پای آبروشون هم شاید وایساده بودن که میگفتن که آقا خب یه آبروی بزرگ میشده براشون. هرچند که حالا ما میتونیم در مورد تبعات ماجرای مکفالین بیشتر صحبت کنیم که چه اتفاق افتاد بعد از افشای ماجرای مکفالین. شما میدونید شوروی احساس خطر کرد که ایران و آمریکا با هم متحد شدن، یه سیل عظیمی از سلاح‌ها رو روانه عراق کرد. آقای ناصر نوبری که مثلا اخیراً هم میکنن فعال شدن توی مسئله هسته‌ای مصاحبه میکنن، از ایشون مصاحبه بگیرید بپرسید، اون موقع سفیر ایران در شوروی بودن، پرسید ببینید چه دستپاچگی شوروی به وجود اومد برای کمک به عراق. بالاخره اینا مسئله است که تاریخی هست و به نظرم میرسه که شفافیت در ارائه مطالب تاریخی راه نجاته، از نجات و فسر به قول معروف. پس حالا شما اگر که الان دولت البته خیلی اشاره نمی‌کنه که به کدوم بخش این مستند اشکال و ایراد داره، این روی این قضیه مکفالین اشکال و ایراد غالباً به محتوای مستند نمیشه گرفت، یعنی نمیشه خورده ببینید، گرفت. ببینید نگاه کنید، من مستند رو چند بار دیدم، خب مثلا همین قبل از که برنامه‌ام بیام، میتونست خیلی بهتر و مستندتر بس کنه. مثلا من اگه بودم، حالا ما که نبودیم، اول مستند نمیذاشتم بحث مکفارلین رو، چون به نظرم نقش آقای روحانی در ماجرای مکفارلین در حاشیه نقش آقای هاشمی رفسنجانی. وقتی شما میخواین درباره ماجرا درباره آقای روحانی مستند بسازید، باید یه چیزی بسازید که درباره خودش بوده باشه. و خب حالا اون نقاشی که شده بود که خود آقای روحانی مثلا توی اون تصویر بود، حالا بوده یا نبوده، بالاخره ببینید اینا یه چیز ذوقیه. حالا مثلا دولت محترم میاد یه کلیپ میسازه، اونم کلیپ نمیدونم نو سفرم، کسی بهش اعتراض میکنه، انتقاد میکنه، نه بالاخره کلیپ ساخته. یا مثلا هواداران محترم همین آقای روحانی یا کسایی دیگه که قبل تو دوره قبلی سیریا و مستندها و نمیدونم نبرد سیاسی و چی و چی و چی ساختن، من کلا به نظرم نمیرسه که جزئیات مستند من روحانی هستن دلیل انتقاد. حالا به این میپردیم انشالله. خب اگر همکاران لطف بکنن که کلیپ شماره 2 رو پخش بکنن،
در مورد قضیه 99 نفری که توی مجلس با این مصوبه رأی مخالف دادن. روحانی در عرصه سیاسی همچون عرصه تبلیغی نیروی فعالی بود. در مرداد سال 64 قرار بود رئیس جمهور نخست وزیر جدید را معرفی کند. رئیس جمهور وقت بنابر شرایط کشور با انتخاب مجدد آقای میرحسین موسوی به نخست وزیری موافقت می کند. اما جمعی از نمایندگان مخالف هستند. امام خمینی اختلافات را در آن برهه حساس از جنگ مناسب نمی دانند. با این حال 99 نفر از نمایندگان حتی پس از توصیه امام هم میرحسین موسوی را مناسب نخست وزیری ندانسته و به او رأی مخالف می‌دهند. این جمع بعدها به 99 نفر معروف می‌شود که حسن روحانی یکی از فعالین این جمع است. خب جناب روزی طلب، مخاطبان ما این بخشی که در مورد قضیه 99 نفر بوده دیدن، میشه اینم به طور اجمال توضیح بفرمایید در مورد قضیه 99 نفر و نقش آقای روحانی و اینکه آن چیزی که در مستند به تصویر کشیده چه تفاوتی با واقعیت داره؟ ببینید، اینکه آیت الله خامنه ای در دوره دوم ریاست جمهوریشون تمایلی نداشتن که آقای جناب آقای میرحسین موسوی نخست وزیرشون باشن که این خب یه چیز تاریخی واضح و بدیهی است. و اینکه امام امر میکنن یا حکم حکومتی میدن که آقای موسوی نخست وزیر باشه و آیت الله خامنه‌ای هم میپذیرن، خب این هم که یک مسئله اومد. بعد از معرفی آقای میرحسین موسوی در مهر ماه 1364 جلسه مجلس عرضم حضورتون که برگزار میشه برای رأی اعتماد به آقای موسوی. در اینجا 135 نفر از نمایندگان یک نامه‌ای به امام می‌نویسن و در این نامه درخواست نظر می‌کنن از امام. امام هم با یک بیان قاطعی از آقای موسوی حمایت میکنن، هرچند که آخر نامه می‌نویسن که نمایندگان میتونن به وظیفه خودشون اون بیانش رو بگین. حالا هست توی صحیفه نور، هست توی ارزم بزرگتون که من الان همراهم نیست، شاید همینجا سرچ کنید شاید بتونید پیدا کنید. ارزم بزرگتون که الان الفاظش خاطرم نیست ولی حالا تو صحیفه نور هست این و در رسانه‌ها و ارزم بزرگتون که اسناد تاریخی بس شده در بارش. تو اون جلسه مجلس 99 نفر رأی مخالف یا ممتنع میدن به آقای موسوی. یه تعدادی مخالف بودن یه تعدادی ممتنع بودن که اینا سرجم میشه 99 نفر. جریان چپ که اون موقع اکثریت مجلس رو داشته و خب آقای موسوی هم منتسب به این جریان بوده، برای منکوب کردن طرف مقابلش میاد اسامی 99 نفر رو اعلام میکنه که اینها عرضم حضورتون که رأی منفی دادن. اینا رأی منفی دادن که چی؟ چه هدفی داشته؟ که اینها بله ضد ولایت فقیه هستن. در این 90 نفر اسم آقای حسن روحانی هم هست. حالا چه کسانی این اسامی رو منتشر کردن؟ یکیش آقای بیات زنجانیه که خب الان، یکیش آقای مجید انصاریه که معاون آقای روحانیه، و کسای دیگه که حالا اسامشون هست تو اون موقع میشه بررسی کرد و اسامشون رو معرفی کرد. و خب یک فشار به این 99 نفر وارد میشه. حتی تو کتاب خاطرات آقای هاشمی هست که شهید محلاتی که اون موقع همزمان هم نماینده مجلس بوده هم نماینده امام در سپاه پاسداران بوده، میاد پیش آقای هاشمی و گلایه میکنه، میگه از اعلام این اسامی باعث شده که مثلا خب یه سری پاسدارا فشار بیارن به من و اعتراض کنن به من. خب این هم یه چیز واضحی هست که نه هیچ وقت در عرضم حضورتون که الان از 64 تا امروز بوده چند سال، نزدیک 30 سال میشه دیگه، 29 سال گذشته، یک بار نه تکذیب شده نه یک بار آقای روحانی توی این 29 سال میتونسته یه جا بگه آقا من نبودم، من رأی موافق بدم. و اینم باز چیز مثبت و منفی نداره. حتی به نظر من میتونیم بررسی کنیم که این مثبت بوده. وقتی که فشار زیاد میشه به این عرضم حضورتون که
99 نفر از آیت الله خامنه‌ای توی جلسه که تو حزب جمهوری داشتن و سخنرانی میکنن، اونجا اعلام میکنه آیت الله خامنه‌ای که آقا اینقدر به اینا فحش ندید، نفر صدام اینا من هستم، اینا 99 نفر نیستن، اینا 100 نفرن، نفر صدامشون هم من هستم. و اینجوری مورد حمایت رئیس جمهور وقت قرار میگیرن. و خب خیلی چیز تعجب آوره که یه عده‌ای یه وقتی میان این اسامی رو مطرح کنن که حمله کنن، و الان که از این استفاده شده حالا اومدن دفاع میکنن و مواضع قبلیشون رو عرضم حضورتون که محکوم میکنن. خیلی ممنونم. خب خیلی سریع بپردازیم به ماجرای 18 تیر و نقش آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. اگر همکاران لطف بکنن کلیپ شماره 3 رو پخش بکنن، انشاءالله ما سوالاتمون رو مطرح کنیم. در تیر ماه 1378 روزنامه سلام برای فشار به مجلس جهت تصویب نکردن طرح اصلاحیه قانون مطبوعات اعلام می کند سعید امامی که در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از وی نام برده می شود این طرح را پیشنهاد داده است. وزارت اطلاعات از روزنامه سلام به علت نشر اکاذیب شکایت می کند و روزنامه سلام که در آن زمان سردبیرش عباس عبدی و مدیر مسئولش موسوی خوینی ها مرد خاکستری اصلاحات است توقیف می شود. تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به این توقیف تحسن می کنند و این تحسن با تحریک عده‌ای از اصلاح طلبان افراطی که به نهادهای سیاسی و امنیتی دولت وقت رفت و آمد داشتند جرقه‌ای می شود برای اتفاقاتی که دیگر آرام کردنش از خود دولت هم بر نمی آمد. من مجموعه حوادث که تو کوی دانشگاه اتفاق افتاده نمیخوام توجیهش کنم، بگم که اونا چیزای درستی بود، اما در این حال معلوم بود که برنامه است که این حادثه اتفاق بیفته و بعد با همون ابزار رسانه‌ای یک فضایی درست کنن، یه فضایی که دانشجو رو ریختن، کشتن، از ساختمون پرتش کردن. کجا نشستید؟ این که نمیشه دانشجو رو بکشن، دانشجو رو سلاخی کنن. ما یادم هیئت دولت بودیم، گزارش هایی که آوردن این بود که بندم ترمینال جنوب آتش گرفته، بانک توی یکی از نقاط جنوبی کشور آتش، جنوبی تهران آتش گرفته، اینور آتش گرفته، اونور، یعنی یک تشنج سراسری بود دیگه. اون ربطی به حرکت دانشجویی که اعتراض دانشجویی که به خاطر حمله به خوابگاه بود دیگه هیچ کس نمیتونست اینو تحلیل به اون بکنه. همزمان خیابون فاطمی که هست شلوغ شد و بستنش و این نقابدارا اومدن این حرفا. اون موقع شورای عالی امنیت ملی هرچی می نشستن بلند می شدن مجوز نمی داد که غیر از نیروی انتظامی بیاد و این صحنه ها رو کنترل کنه، تا که تا عصر 22 تیر که آقای روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی میگه ایشون فرانسه بود، برگشت دید اوضاع اینجوریه، به مسئولیت خودش اعلام کرد که بسیج وارد صحنه بشه. به محض که این اعلام انجام گرفت تقریبا قائل خواهد بود. تو اون ایام تمام سعی و تلاش بنده این بودش که از شدت درگیری ها کم بکنم و عقلانیت رو حاکم بکنم بشیم حرف بزنیم. مسئولین ما هم قاعدتا از جنس مردم و در کنار مردم و برخواسته از خود مردم و قاعدتا و معمولا منتخب خود این مردم بودن، اما همواره مردم پیشتاز بودن تو دفاع مقدس. خب همه حضور داشتن، حالا اونا مسئولین نظامی، هم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و همه مسئولین که به یه نوعی وظیفه داشتن به هر حال تو دفاع مقدس باشن. اما آدم میبینه پیشتاز بسیجه، علی‌رغم اینکه همه اونها تلاش کردن، همه اونها تو صحنه بودن، همه اونها فداکاری کردن، ولی اون نیروی مردمی که بسیج هست ببینیم یه قدم جلوتر هست از دیگران. او هست که خط رو میشکافه، او هست که میدان مین رو باز میکنه، او هست که اون شور و نشاط جهاد رو در سراسر کشور به اوج میرسونه. در 23 تیر
به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی راهپیمایی مردمی در محکومیت حرکت اغتشاشگران برگزار شد. خود ما حدس و گمان نمی‌زدیم که مردم با این موج بیان توی خیابان‌ها، که سیلی از مردم حرکت میلیونی شکل گرفته بود. روز 23 تیر بنده سخنران دانشجویی بودم، ایشون سخنران اصلی بود. روزی که روحانی رو خواستم که بیا سخنرانی کنه، خیلی آرزو داشتم صحبت کنم. نه خیلی که ندوستش. که اسمش رو تو ذهنم نمیخوام بگم. آرزو نشدم بیا صحبت کنم. حالا روحانی من صحبت کنه سوالش هم عقب کار احساس کنم. تو راهپیمای 23 تیر سخنرانی که همه پیشنهاد میکردن آقای خاتمی بود. و من فکر میکنم شاید مثلا اگه یکی از اشتباهات سیاسی اونو بخوایم بررسی بکنیم اون که آقای خاتمی نرفت اونجا صحبت بکنه. این سخنرانی مهم رئیس جمهور آینده ایران که به طرز عجیبی از آرشیوهای رسمی کشور حذف شده است، اتحاد حاکمیت با مردم در نفی هر گونه اغتشاشگری را نشان داد. کسی که این حوادث رو خونسا کرد مردم بودن. روز 23 تیر سال 78 مردم اومدن در خیابان‌ها توطئه دشمن رو که سالها براش برنامه ریزی کرده بودن در یک روز باطل کردن. سلام، حالا می‌خوایم بپردازیم به بحث 18 تیر و نقش آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. این واقعا و نقش روحانی مختصرا یه توضیح بفرمایید تا من یک سوال در مورد این بپرسم. خب من اول یه انتقاد کنم از این مستند. اینجا این که گفته بودن تو مستند که مثلا سخنان آقای روحانی از آرشیو ها پاک شده، خیلی حرف عجیبی بود برای من، چون الان تو هر کدوم از مراکز اسناد کشور، مرکز اسناد، کتابخانه مجلس، مرکز اسناد ملی، حتی خیلی از دانشگاه، مراکز اسنادی خیلی از دانشگاه‌ها رو مراجعه می‌کردن دوستان، تمام روزنامه‌ها و عرضم حضورتون که مستندات سخنرانی آقای روحانی توی 23 تیر ماه 1378 موجوده. این چیزی نیست که از آرشیو پاک شده باشه. اون چیزی هم که بحث شد به نقل از آقای مرتضی نووی، من فکر میکنم روایت درست و صحیحی باشه که بعد از وقایع تلخ شب 18 تیر در کوی دانشگاه و دامن زدن به احساسات عمومی در روزهای بعدش و درگیری در خیابانها، عرضم حضورتون که دولت وقت اجازه حضور بسیج و سپاه رو نمیداد. اگر شما به خاطرات آقای رحیم صفوی فرمانده وقت سپاه مراجعه کنید، ببینید که اونجا میگه که ما فقط وظیفه خودمونو میدیدیم که از به قول همون مقر شهید مطهری و عرضم حضورتون که بیت رهبری و اینها حفاظت کنیم، که اون ماجرای معروف رو تعریف میکنن که میگن که اینا داشتن حرکت میکردن به سمت بیت رهبری. ما گفتیم که اگر از خیابونه خط قرمز ما خیابون جمهوری است، اگر از خیابون جمهوری پایین تر بیان ما برخورد سنگینی میکنیم. همون نامه معروف که با خاتمی میزنن، آقای خاتمی نیست، به کسی دیگه ای میگن که حالا تو زندان هم از آقای تاج‌زاده، و میگن چند دقیقه بعد از اون اینا برگشتن، انگار که مثلا مسئول عملیاتشون. بله خب اینا میرن در وزارت کشور رو میکنن، عرضم حضورتون که میرن حیات وزارت کشور تسخیر میکنن، همین آقای خانجانی و آقای تایزاده و اینا میان براشون سخنرانی میکنن، دانشگاه در اختیار اینا بوده. حتی میگن که بعضی روایت ها هست که مثلا بیسیم های سازمان محیط زیست که همین خانم ابتکار
رئیسش بوده در اختیار اینها بوده. خب موقع شبکه‌های ارتباطی مثل الان قوی و فعال نبوده، مثلا باید بی سیم باید داشته باشن و خیلی سرویس های دیگه که از دولت میگیرن. توی مستند آقای مرتضی نعوی گفتن که آقای روحانی تا شب قبل از 23 تیر فرانسه بوده. خب اینم خیلی نکته جالب بود برای من، یعنی گفته بودن که مثلا 22 اومده آقای روحانی یا قبلترش یا بعدترش اون حدودا فرانسه بود. برای من جالب بود که مثلا تو کشور چنین مثلا اتفاق مهمی افتاده، مثلا دبیر شورای عالی امنیت ملی ما مثلا چه اتفاق مهمتری در فرانسه در حال رخ دادن بوده که فرانسه تشریف داشتن. چون که اون موقعی که ماجرای 18 تیر رخ داد در دوره تعطیلات مجلس پنجم بود، آقای روحانی هم اون موقع عرضم حضور نائب رئیس مجلس بود، شاید مثلا برای تعطیلات رفته بودن فرانسه مثلا تو الهوش. به هر حال ایشون برمیگردن از فرانسه و به قول آقای مرتضی نعوی و در جریان کار قرار میگیرن و خب دستور حضور بسیج رو در برای پایان دادن به قائله 18 تیر و اختشاشات شهر تهران صادر میکنن و همون جوری که گفتن در عرض چند ساعت، یعنی از روز در عصر روز 22 تیر این اتفاق میفته. روز 23 تیر قرار بوده یک راهپیمایی باشه و که تبدیل میشه به یک بیعت عمومی با مقام ولایت. اونجا آقای زاکانی هم گفتن که حالا اسم نبردن که چه کسانی، گفتن که مثلا از خیلی‌ها دعوت کردن که سخنرانی کنن اونجا. آقای ابتهایی گفت که آقای خاتمی هم باید میرفت، ولی مشهوره، حالا من از دستم در کاران اون موقع میپرسیدم، اسم دو نفر آوردن، گفتن آقای هاشمی رفسنجانی و آقای ناطق نوری درخواست میکنن که اینها بیان سخنرانی کنن و اینها نمیان و آقای روحانی میاد که یک سخنرانی خیلی قوی و محکمی میکنه در دفاع از ولایت و محکوم کردن اختشاشگران، که توی آرشیو مطبوعات موجوده این سخنرانی که حالا یه جملهش هم آوردن توی مستند. جملات دیگه، عبارت دیگه تو ذهنتون هستن اون صحبت‌های روحانی؟ چون منظر میرسه الان این جریانه که الان اطرافیان آقای روحانی رو تشکیل دادن از این جهت یه خورده ناراحتن که این وجهه انقلابی های روحانی به تصویر کشیده شده و به زعم اونها این که الان این باعث میشه کسایی که با آقای روحانی رأی دادن از آقای روحانی دلزده بشن. حالا برای ما خودم خیلی جالبه که حالا جملات دیگه الان شما مد نظرتون الان من تو خاطرم نیست، ولی خیلی راحت میتونید آرشیو روزنامه کیهان مراجعه کنن، آرشیو روزنامه اطلاعات کیهان جمهوری اسلامی و هر روزنامه دیگه که هست راحت اطلاعات رو الان همین خیابون انقلاب میتونن برن سال 78 شو بگیرن مطالعه کنن. خب خیلی ممنونم. حالا قبل از اینکه بپردازیم به اون جنبه سیاسی مستند و این حواشی که برای مستند پدید اومده، میخوایم به اون موضوع ریاست آقای روحانی بر شورای نظارت بر صدا و سیما و همچنین کنار رفتن ایشون بپردازیم. همکار اگه لطف کنن کلیپ شماره 4 رو پخش بکنن انشاءالله در مورد این هم صحبت کنیم. در دور اول مجلس روحانی رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما است. دکتر روحانی بفهمید که به همراه سایر اعضای شورای سرپرستی رادیو تلویزیون امروز به حضور امام خمینی رهبر انقلاب رسیدیم، چه مسائلی مطرح شد و امام چه راهنمایی رو دادن؟ من خواهشام اینه که قبل از اینکه شما اینو بفرمایید سایر اعضای گروه شورای سرپرستی رو معرفی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ابتدا برادران عزیز رو معرفی می‌کنم، اعضای شورای سرپرستی، و بعد هم خلاصه ای از اون چی که امام به عنوان رهنمود فرمودن برای ملت عزیز ایران بیان میکنم. جناب آقای جنتی عضو شورای سرپرستی و منتخب از طرف قوه قضاییه، جناب آقای غفاری عضو شورای سرپرستی از طرف قوه مجریه، جناب آقای توکلی نماینده مجلس و عضو علل بدل از طرف قوه مقننه، جناب آقای دکتر عباس شیبانی عضو علل بدل از طرف قوه قضاییه. در آن زمان محمد هاشمی ریاست صدا و سیما را بر عهده دارد. بین رئیس شورا و رئیس سازمان اختلافات زیادی است تا اینکه روحانی محمد هاشمی را عزل می‌کند.
امام که از این اتفاق آزرده شده اند، نظرشان این است که شورای نظارت بر صدا و سیما نباید در کار سازمان دخالت کند و این معنی قانون اساسی نیست که سه قوه در کار سازمان صدا و سیما مداخله کنند. ایشان از طریق احمد آقا به هاشمی رفسنجانی که آن زمان رئیس مجلس است میگویند تا روحانی از شورای نظارت بر صدا و سیما استعفا دهد. روحانی که از این اتفاق ناراحت شده است از امام وقت ملاقاتی میخواهد، ولی امام نمیپذیرند و نظرشان این است که شورای نظارت بر صدا و سیما خطا انجام داده است. ریاست آیه روحانی بر شورای نظارت بر صدا و سیما و همچنین کنار رفتن ایشون، حالا یه سری صحبتایی هست، یه سری نظرات مختلفی هست. می‌خواستم روایت حضرت علی بدونم از این قضیه و این موردم اضافه کنم که مثل اینکه اخیراً سردبیر یکی از نشریات مطرح کشور با آقای هاشمی یک صحبتی کردن، محمد هاشمی، و ایشون کاملا تصدیق کردن این مورد رو، نحوه کنار رفتن آیه روحانی از ریاست شورای نظارت بر صدا و سیما. ببینید، خب اینکه آقای روحانی نماینده مجلس در شورای سرپرستی صدا و سیما، یا شام اول اسم شورای سرپرستی بوده بعد تبدیل میشه شورای نظارت بر صدا و سیما، خب اینکه واضحه ایشون اومده تو مجلس سال 59 رای گیری شده تو مجلس و ایشون به عنوان نماینده مجلس رفته. آقای علی جنتی هم نماینده قوه قضاییه بوده به انتخاب شهید بهشتی و کسان دیگه‌ای هم توی اون شورا بودن. اینها خب سال 60 آقای محمد هاشمی رو معرفی میکنم، قبلش همین آقای علی لاریجانی بوده، قبلش آقای علی لاریجانی بوده، بعد آقای محمد هاشمی میاد و سال 62 اگه اشتباه نکنم اینا تصمیم به عزل آقای محمد هاشمی میگیرن. ببینید، من میخوام در این باره یک کمی یه چیز دیگه ای بگم. بالاخره این مستندش کامل از خاطرات آقای هاشمیه. من عرض کردم، گفتم اطلاع اول صحبت هم عرض کردم، اطلاعات ما اطلاعات کاملی نیست از این ماجراها. اطلاعات ما معطوف به خاطرات آقای هاشمی و چیزایی هست که تو روزنامه اومده که خیلی کم به جزئیات و پشت پرده ها میپردازه، مثل صحنه سیاست امروز ما نیست که خیلی واضح و شفاف باشه. تمام این چیزایی که تو این مستند اومده از خاطرات آقای هاشمی اومده. من میخوام بگم که وقتی که بزرگواران، همین آقای خود آقای هاشمی، کسان دیگه، دفتر تنظیم و نشر آثار ما میان یه قداست این بخشن به خاطرات آقای هاشمی و حتی چیزایی که دروغ بودنش، حالا دروغ رو شاید نتونیم بگیم، چجوری بگم، سوء برداشت آقای هاشمی کاملا واضحه، مثل همون ماجرای معروف مرگ بر آمریکا که هست، مرگ بر آمریکا بوده، میان دفاع میکنن و به قول معروف اون شوخیایی که زیاد میگن که میان میزان خاطرات آقای هاشمی است و اینها، باید تبعات استناد بهش هم بپذیرن. موقع که شما یه تک روایت انحصاری ارائه میکنین از یه ماجرا، باید تبعاتش هم بپذیرید که یه نفری هم میاد میگه که خب به طبق گفته شما این اتفاق رخ داده. خب پس باز اینم، این مورد هم بر اساس خاطرات آقای هاشمی که، بله، خاطرات سال 62 ایشون رو اگر مراجعه کنن دوستان، الان رو سایت خود آقای هاشمی رفسنجانی هم پی دی افش هست و کامل صورت به قول من فول تکست هست، اونجا برن مراجعه کنن، ذیل آقای روحانی اونجا تو ایندکسش رو نمایش مراجعه کنن. یعنی احتمالا اگر بخوان شکایت بکنن در وهله اول باید برن آقای هاشمی شکایت کنن به خاطر این وقایع غیر واقعی که نوشتن. خب اگر مدعی هستن. خب جناب روزی طلب، من یک سری از سوالات بینندگان رو میخوام از شما بپرسم. یک سوالی کردن در مورد روایت آمریکا هم ماجرای مک‌فارلین، ما میخوره در مورد اینم توضیح بده که آمریکایی‌ها این ماجرای مک‌فارلین رو چجوری روایت کردن. ببینید، آمریکایی‌ها این ماجرا خیلی براشون مهم بوده، چگونگی کار و عرضم حضورتون که اتفاقاتی که میفته و موجب انقدر مثلا مسئله حساس بوده که مثلا رئیس وقت CIA تو جلسه استماع کنگره که مثلا اونجا اومده بودن گزارش بدن، از شدت هیجان سکته میکنه و همونجا میمیره. خیلی جالب. یا مثلا خود آقای مک‌فارلین خاطر این شکستی که تو این ماموریتش خورده خودکشی میکنه، حتی نمیمیره ولی خب خودکشی میکنه و مثلا به حال نزاری میره.
ولی اون ربطش با آقای روحانی برای من خیلی جالب بود که مثلا چند ماه پیش نشریه فارین پالیسی که خب یه نشریه معتبری است در ایالات متحده و توجه خاصی به ایران داره، اومد یه روایتی ارائه کرد که آقای روحانی در مذاکرات حضور داشته و یه سری مسائل گفته، مثلا به طرف آمریکایی گفته که شما صبر داشته باشید و مسائل درست میشه و ما اندازه شما با شوروی مخالفیم و و و مسائل دیگه. حالا من کاری به اون چیزی ندارم که جزئیاتش، ولی میخوام بگم که همون موقع که مثلا چند ماه پیش که این مسئله طرح شد، همین رسانه‌هایی که الان دارن به فیلم مستند من روحانی هستم انتقاد میکنن و حمله میکنن، همین ها اومدن اون روایت رو حلوا حلوا میکردن که آخ ببین که مثلا چقدر چه رئیس جمهور آمریکا دوستی ما داریم که از 30 سال پیش در اوج احساسات ضد آمریکایی دنبال روابط با آمریکا بوده و طرف آمریکایی رو به صبر دعوت میکرده برای حل شدن مسائل. و حتی مثلا سایت هایی که طرفدار آقای لاریجانی هم هستن و این مسائل رو هی میگفتن و بهش دامن میزدن، همین سایت هایی که الان علیه مستند میزدن. خب این من میخوام اینو بگم که در ورای بالاتر از این روایت به نظر من انتقاد و اعتراض به قول معروف حامیان دولت آقای روحانی و کسان دیگه که بودن به مستند من روحانی هستم، بیش از این که به جزئیات مسئله بپردازه، به خاطر تناقضی است که مخاطب و بیننده پس از دیدن این مستند از آقای روحانی توی ذهنش میاد. هرچند که من باز تأکید میکنم به نظر من این مستند خیلی بهتر میتونه ساخته بشه، خیلی بهتر از این که شما سوژه سوژه به مسائل پردازید. شما مستند میتونه به قول من یک نخ تسبیحی همه این وقایع رو به هم بدوزه به قول معروف و خیلی از مسائل دیگه رو هم بیاره توش. حالا اگه خواستید درباره مسائل ناگفته این مستند هم من میگم خدمتتون. خب به هر حال من حالا فقط این نکته رو چون نماینده از گروه شفق اینجا نیست، به هر حال اینا هم یه فیل دانشجویان که دارن تمرین میکنن. نه ببینید شما نگاه کنید مثلا نقش آقای روحانی در ماجرای حمله امریکا به عراق در سال 1991 و هماهنگی که ایشون ایجاد کرد در اینکه ایران یک موضع بی‌طرف بگیره، خب واقعا نقش خوبی بود و همین نقش چنان مورد انتقاد جریان چپ اون موقع قرار گرفت و حامیان امروز آقای روحانی که شاید بعضی از اصطلاحاتی که اینا به کار می‌برن الان حالت طنز داشته باشه. یعنی آقای محتشمی پور میاد پشت تریبون مجلس میگه که صدام خالد ابن ولیده و ما باید حمایت کنیم از صدام، یا آقای بهزاد نووی میگه که الان که امریکا اومده کنار مرز ایران، خب الان وقتشه که به امریکا ما حمله کنیم، یا آقای خلخالی یا کسان دیگه. به نظرم این مسائل رو میتونست بیاره بشکافه. اون روندی که آقای روحانی مخصوصا توی سیاست خارجی داره به نظر من در یک سیر حرکت میکنه، در یک سیر حرکت میکنه. حالا بعضی وقتا این روند به قول معروف بالا پایین شدن این قضیه این مثبت جلوه گری میکنه، بعضی وقتا منفی. حالا نه عرض من این بود که حالا استفاده که این صحبت کی گفتید، عرض من این بود که برانم یه گروه دانشجویی هستن که تازه تو این قضیه مستندسازی وارشان و قطعا اشکالاتی داره، انشالله در کارهای یندهشون میتونن کاری بهتر انجام بدن و البته نیازمند اینه که یک خورده فیصل از طرف مسئولین دیده بشه که امکان آزمون و خطا و امکان امتحان و بهتر کردن کار وجود داشته باشه. خب جناب آقای روزی طلب، میخوام بپردازم به این بخش سیاسی قضیه، یعنی حواشی خیلی عجیبی که از شنبه خیلی به نظرم واضح از شنبه رو تیتره که چند تا روزنامه یهو میشه سیدی تخریب علیه دولت ادامه پیدا میکنه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، یعنی در هر سال روزی نبوده که این روزنامه به این قضیه نپرداخته باشه. میتونی یه خورده در مورد این برام صحبت بکنید؟ ببین کوچکترین حتی کوچکترین اطلاعی از فضای رسانه کشور نه حتی شنبه رسانه ای داشتن و عرضم حضورتون که کوچکترین اطلاعی از مسائل کشور نشون میده که این موجی که علیه این مستند
به راه افتاد یک موج مصنوعی برای تحت پوشش قرار دادن یه سری مسائل دیگه است. حالا اون مسائل میتونه همین ثبت نام رفراندوم 73 میلیون نفری یارانه ها باشه، میتونه مسائل دیگه باشه، میتونه مظلوم نمایی دولت باشه و مسائل دیگه. من به نظرم میرسه که آیندگان خواهند خندید به این موج رسانه‌ای، یعنی وقتی که این مستند رو مشاهده میکنن، این موج رسانه‌ای رو مشاهده میکنن، این فشاری که دولت آورد به برای منکوب کردن این مستند که از رئیس جمهور و وزیر ارشاد و سخنگوی دولت و کسای دیگه و کسای دیگر هم که مجبور کردن وارد میدون بشن، موقعی که خود مستند هم که بالاخره این مستند که از آرشیوها که پاک نمیشه، آسمون هم که نمیخواد بره، همینجا روی زمینه، عرضم حضورتون که خواهند خندید، میگن که اینا خلاصه بعد 9 ماه این آزمون سری صدر دولت بود. خیلی واقعا خیلی هم جالبه جناب روزی طلب. مثلا آقای جنتی که خیلی تون موضوع گرفته گفته حتما این توهین آشکار به رئیس جمهوره، ولی گفته من ندیدم مستند و در موردش خوندم. یا آقای نوبخ ازش سوال کردن تفره رفته، نگفته دیدم، حالا آدم صادقی بوده میخواسته دروغ نشه، ولی دقیقا همین صحبتی که گفته تایید میکنیم. نکته دیگه که میخوام بگم این که حالا خیلی میگن این سیدی تخریبی، شما ارزیابی تو این مستند که ساخته شده تخریبیه، و اینکه آیا اگر قرار بود تخریبی باشه آیا مثلا مسئله دیگه نبود که بهش بشه پرداخت؟ ببینید مرز تخریب و انتقاد خب خیلی مرز به قول معروف غیر شفاف و باریکی است. من به نظرم میرسه که بالاخره یه سری دانشجو اومدن اینو ساختن، دولت هم الحمدلله عده و عرضم حضورتون که سایت و گروه مستندسازی و نمیدونم همه چیز که داره که و توان زیادی داره که خب اونها هم برن بسازن، چه اشکال داره؟ وقتی که مثلا رئیس جمهور محترم میاد میگه که ما در حال آوار برداری هستیم از وضعیت کشور، خب اینو اسمش نقده یا اسمش تخریبه؟ مشخصه که وقت اسمش تخریبه، ما 8 سال گذشته است. حالا اون در از جایگاه ریاست جمهوری میگه، شما از جایگاه 4 تا دانشجو میگه. من به نظرم میرسه که اصلا این بحث به نظرم بحث انحرافی هست. بالاخره یه عده ساختن، هر شخصیتی تو کشور سری طرفدار داره یا سری مخالف داره، اما مخالف هم که نمیتونی انتظار داشته باشه که به به و چه چه شما رو دید. تنها مرز این مرز اتقان و انصافه، یعنی انصاف در روایت مطالب و اتقان و مستند بودن مطالب، که من فکر میکنم هر دوی اینها رو این مستند رعایت کرد. خیلی ممنونم. ارزیابیتون از این نحوه برخورد دولت چیه؟ حالا همونجوری که گفتید ممکنه آیندگان یا همین چند وقت آینده بخندن به این برخوردی که الان داره میشه و اون چیزی که در مستند هست. این شما ارزیابیتون از علت اینو برخورد چیه؟ عرض کردم به نظر من فرافکنی. حالا درباره من رهبری عزیز انقلاب همین اسفند ماه در خبرگان گفتن که جوانان انقلابی و مؤمن منزوی نمیشن. من امیدوارم و مطمئنم که این دوستانی که بزرگوارانی که این مستند ساختن حتما منزوی نمیشن با این فشارها و انشالله قسمت‌های بعدی رو هم میسازن خیلی بهتر و مستندتر و ریشه‌دارتر و جوندارتر انشالله. و به عنوان آخرین سوال، الان اخبار جست گریخته شنیده میشه که دولت میخواد شکایت بکنه این مستند، به نظر شما اگر بخواد شکایت کنه به کدوم جنبه میتونه شکایت بکنه؟ والا من چیزی پیدا نکردم، ولی به نظر من خوبه که شکایت کنه. شکایت کنه، بالاخره آقای روحانی میگه که ما باید قضاوت رو به تو مسائل فرهنگی، قضاوت رو به افکار عمومی عرضم بزرگتون که واگذار کنیم. به نظر من فرجام شکایت دولت خب حتما تبرئه عرضم بزرگتون که این دوستان خواهد بود، و به نظر من اتفاق خوبه که شکایت کنه، یک مرجعی بیاید و نظر بده، مرجع رسمی و قانونی در کشور، و انشالله روسیه برای زغال خواهد.
انشالله. خیلی ممنونم جناب روزی‌طلا، اگر صحبت پایانی دارید با بینندگان بفرمایید. نه عرض خاصی نیست، من بازم تبریک میگم ایام حلول ماه رجب میلاد امام محمد باقر رو و انشالله که راضی باشن دوستان، در خدمتون هست. سلامت باشید، خیلی ممنونم استفاده که امام روزی طلب. از شما بینندگان عزیزم تشکر میکنم که این برنامه رو ملاحظه کردید. ما انشالله تلاش میکنیم اگر بتونیم یک شنبه یک برنامه مناظره در مورد مستند من روحانی هستم داشته باشیم بین موافقین و منتقدین قضیه. انشالله این فضای تجربه رو کمک کنه برای قضاوت بهتر مخاطبین. تا برنامه آینده، یا علی مدد، ارتماس دعا، خدا نگهدار.